کلبد شکافی سخنان تازه گلبدین حکمتیار نشان می‌دهد که این رهبر جهادی منتظر تغییرات ساختاری در حاکمیت طالبان است و از سوی خود را تنها همکار قابل اتکای جامعه جهانی برای ایجاد این تغییرات در بدنه طالبان می‌داند. حکمتیار با اشتباه خواندن دستورات هبت الله خواستار تشکیل نظام مبتنی بر رأی مردم و آموزش برابر زنان و مردان شد. اما آبشخور فکری و مهمتر از آن پشتیوانه سیاسی حکمتیار برای ایراد این انتقادهای تان چیست؟ چگونه یک شاعر جوان برای یک انتقاد فیسبوکی زندانی می شود اما حکمتیار جسورانه به نقد علنی ادامه می دهد و سرانجام این انتقادها چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟ این بحث روز با من بهرام امان است. دوستان سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، بانو سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند و آقای لطیف صادق از ورشد حزب اسلامی افغانستان از کابل وصل هستند. خب قبل از این که بحث را آغاز بکنیم و ادامه بدیم، قسمت از سخنان آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را با هم یکجا بشنویم و دوباره برمیگردیم. نن د افغان ولس په وړاندې دا پوښتنې پرتې دي چې ځواب یې جامې نن په دغو خاصو ظروف شرایطو کې. اول، زموږ نوی سیاسي نظام باید څنګه وي؟ دا نظام باید د ولس په مشوره او خوښه وټاکل سي، د اسلامي لارښوونو په رڼا کې. دا د افغان ولس مسلم حق دی، خدای او دین ورکړی چې د سیاسي نظام د څرنګوالي په ارتباط په دوی پرېکړه کوي په ټولو هغو مسایلو کې چې په ملت پورې مربوط دي. که دا د نظام څرنګوالی ده، که دا زموږ جغرافیه ده، پولې دي، داخلي او بهرني سیاستونه دي، او څه چې په ملي شتمنیو کې راځي، ځمکه ده، معدن ده، اوبه ده، او دا ټول هغه څه دی چې په ټول فرد ملت پورې مربوط دي، او پریکړه به د ټول ملت په خوښه کېږي. په هرې پریکړې کې باید ملت حضور ولري، یا مستقیماً خپله یا د دوی منتخب معتمد وکیلان او استازي. نن د سیاسي نظام په ارتباط باید موږ داسې یو پریکړه وکړو چې ملت ته د منلو وړ وي، او په دې تصمیم او پریکړه کې ملت په خپله حضور ولري. دا د هغوی حق ده، هیڅوک نشي کولی دا حق له دوی سلب کړي. قسمت از سخنان آقای گلبدین حکمتیار بود. در ادامه برنامه مهمانان را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. اجازه بدین با آقای صادق آغاز بکنیم. آقای صادق، چه چیزه باعث شده که آقای حکمتیار بیایه اینگونه تند زیر حاکمیت طالبان انتقاد بکنه؟ لار سمخ کی سلامونه او نیکی هیلی استاس مؤمنو او مسلمانو لیدونکو ده. لاغی وروستا تاسو په شروع کې د برنامه یا د خبرونه کوم سوجه چې تاسو راخیستی ده، یا په شروع کې چې تاسو څه وویل چې یو شاعر بندیکیږي د شعر په ویلو سره، او حکمتیار دا دومره تند خبرې کوي د دې نظام تر حاکمیت لاندې، نو یا خو تاسو باید د مقیاسونه لږ سره وګورئ. تاسو یو عادي شاعر چې قرآن د هغسې شاعرانو په حکله باندې د شعرا او یتبعهم الغاوون خبره کوي، یو شاعر یو خبره کوي استثناء سره چې د ځینو شاعرانو نه خواته، هغه یو خبره کوي چې په اصل کې د ده خپله خبره ده، او هغه په خپله خبره کې ګستاخی کوي یا له خپل حد نه پورته ځي، د هغې نه پوښتنه کېږي. دا یو موضوع ده. او پاتې شو د حکمتیار سره د هغې قیاس کول، دا له عقل نه د هغه نه ډېره لرې خبره ده. حکمتیار یو ملل شوی او په نړۍ کې منلی او وتلی شخصیت ده. هغه خبره چې کوي هغه د دین خبره کوي. دا چې د آقای صادق این شاعره که ما نمونه آوردیم، او چیز جدا از دین و حق مردم افغانستان نگفته. او شاعر هم آمده از حق زنان دفاع کرده، از حق مردم دفاع کرده. همین گونه که خود آقای حکمتیار میای خود را مدافع حقوق مردان و زنان افغانستان میدونه. تاسو دقیقه د کوم خاص شاعر یادونه نه کړی؟ خالد قادری خبر ماست. سیده،
نو هغه بیا هم که خالد پنځه ځلېم قادری شي د حکمتیار سره د هغې په پرتله کولو کې تاسو څه وکوئ؟ حکمتیار چې کومه خبره کوي هغه د دین خبره کوي. همې محتوای بس منظور ماست آقای صادق، مقایسه نمی کنیم شاعر را با آقای حکمتیار. موضوعی است که آقای حکمتیار هم به عنوان یک شهروند انتخاب میکنه، یک شاعر هم میآید به عنوان یک شهروند انتخاب میکنه در فیسبوک، نه اینکه تصویری بیاید یک ویدیو ثبت بکنه، ولی یک سال زندانی میشه، درست است؟ آقای حکمتیار این چندمین بار است انتخاب میکنه. موضوع اساسی است که خب همدغه موضوع تزرازم په دې موضوع کې حکمتیار صاحب چې کومه خبره کوي هغه خبره د دې نظام چې کومه دعوه ده نظام اسلامي ده هغه د اسلام له نگاهه خبره کوي. شاعر دی د خپل شاعرۍ د منبع د اسلام نه وښیي، انشاءالله دا نظام د هغوی سره هېڅ مشکل نه لري. حکمتیار چې کومې خبرې کوي کومې نیوکې کوي یا خو دې ته باید تاسو په توجه وکړئ چې حکمتیار چې کومې خبرې کوي هغه د دې نظام د بقا لپاره کوي. د دې نظام نه یې بې قید و شرطه ملاتړ کړی ده. د دې نظام د بقا لپاره چې کومه خبره کیږي په نظام کې چې کوم خلک دي هغه په دې باندې پوهیږي چې دا خبرې د څه لپاره کیږي، ځکه کولی شي د دې نظام تر سیوري او چتر لاندې هغه خبره وکړي کومه چې انتقاد سالم انتقاد ده. خب از شاعر هم که مثال میاریم، از مردم عام دیگر هم که مثال میاریم که بار بار به خاطر انتقاداتشان زندانی شدن، شکنجه شدن، بازداشت شدن، تهدید شدن. اونا انتقاداتشان ناسالم نبوده، اونا خب به باور یک شمار که میگن خواستار فحشا در افغانستان نبودن، کدام امر شرعی را غیر شرعی را نخواسته بودن. اونا هم دیگر آمدن حق آموزش را خواندن یا خواستن، حقوق زنان را طلب کردن، حق خاص خود را، حق شهروندی خود را طلب کردند. دیگر این جدا نه از دین است نه از حق شهروندی است، قسمی که آقای حکمتیار میخواهد. سمه دا خبره که تاسو کوئ ما خو تاسو ته وویل چې د تاسو د شاعر کومه خبره چې کوئ د دې شاعر په هکله باندې تاسو مهرباني به مو کړې وای. یو کس به مو د طالبانو د اوسني عمارت اسلامي نه هم میلمه کړی وای، له هغه به مو پوښتنه کړې وای چې دا مو په څه ګناه باندې. خب نه، شما ادعا میکنید که نباید شاعر را با آقای حکمتیار مقایسه بکنیم. موضوعی است که هر دو طرف انتخاب میکنن، هر دو طرف از افغانستان هستند، هر دو طرف شهروند هستند، چرا باید مقایسه نشن؟ زه ادعا نکوم، ستاسو دی ادعا رد کوم چې تاسو یو شاعر راخلی او د دینی خبرو سره کوي. ګوره د هغه د شعر محتوا او د دین خبره دا ډیره سره لري دي. تاسو خبره کوي کجای انتقاد یک شاعر غیر دینی است؟ مثلا آمده گفته که زنها باید برشون حق داده شوه، آزادی باید داده شوه، باید بتونن کار بکنن، کجای از این غیر دینی است؟ خب آقای حکمتیار هم این موضوع را میگن که حقوق برابر شهروندا در آموزش، در حکومتداری، هر دو یکسان از دیگر. خود تاسو همدغه خبره کومه خبره چې تاسو کوئ د شاعر پاک لباندې پوښتنه تاسو د عمارت اسلامي او ویان د هغوی یو مسؤول کس میلمه کوئ، له هغوی نه پوښتنه وکوئ. خب شما آمدین گفتین که نباید مقایسه شوه، ما به اون منظور گپتو دراز ساختیم، اگر نه موضوع بسیار کوچک بود، موضوع آسان بود، میشد ساده به موضوع بپردازیم. سمه ده، خود دې مقایسه اوس هم زه وایم چې صحیح نه ده. د یو شاعر، هماغه شاعر چې تاسو یادوئ، د هغې ماضي م وګورئ او اوسنی حالت یې وګورئ او حکمتیار هم وګورئ، نو دا قیاس ډېر سره لري. خب بسیار خوب، من دوباره به شما برمیگردم. بانو صدیقی، فکر میکنید که دیگر انتقادات آقای حکمتیار بجا از دیگر نه؟ آمده از حق زنان دفاع کرده، چیز جدا از یک دموکرات نیست دیگر دیدشان. سلام، وقت شما بخیر، وقت بینندگان عزیز و همه مهمانان حاضر در بحث بخیر. برای من بسیار جالب است شخص منیس حکمتیار که کارنامه و عملکرد سیاسی و نظامیش در افغانستان بسیار واضح است یا یک چنینی دهایی را میکنه. ببینید اگر حکمتیار واقعا خواهان یک حکومت مشروعی مبتنی بر آرای مردم بود، میتونست زمانی که در دهه 90 قدرت از حزب دموکراتیک و از دکتر نجیب گرفتن، 70,000 کابلی را قتل عام نمیکردن، بر خانه مردم راکت نمیزدن، زنان افغانستان بی حرمت و بی عزت نمیکردن. حکمتیار یکی از کسایی هست که کارنامه بسیار روشن در تیزاب پاشی بر روی دختران افغانستان دارد. کسی هست که در کمپ های شمشتوت
زنانی که بدون از اینکه صورت خود را بپوشانند بیرون میشدن بروی از اونا تیزاب میپاشید. حتی کسانی که در اونجا دکاندار بودن بر زنان که بدون محرم میامدن اجناس میفروختن اونا را میگرفتن اذیت و آزار میکردن. این اسناد است که کاملا بر مردم افغانستان واضح است. مردم افغانستان دیگر بازی ابزار دینی را که اونا هر بار پیش میکنن نمیخورن. این جناب آمده باز هم میگه که فرق یک شاعر و یک حکمتیار دایی است که او بحث دین میکنه و شاعر شعر میگه. مردم افغانستان هرگز نامسلمان نبودن که حکمتیار بیایه بر از او روزی دینی بده. من فکر میکنم چیزی که امروز حکمتیار میگه و خواسته هایی که امروز داره بیشتر در ارتباط با مدهن کرایه‌ایش از کمیشه بر منافع پاکستان و منافع استخبارات کشورهای همسایه ما باز بوده و امروز هم به دلیل مخالفت‌هایی که ولی اگر از گذشته آقای حکمتیار را کنار بگذاریم یا ای که شخصیتش چطور بوده این باز به کنار، ولی در محتوا آمده دیگر گفته که حقوق زن و مرد در حداقل بحث آموزش یکسان است. دیگر چقدر شما فکر میکنید که واقعا یک امر درست است؟ اصلا دیگر موافق هستین چون این چیز مخالف نیستین دیگر شما هم؟ ببینید من بسیار به ملت افسوس میخورم که امروز فعال مدنی شادم مثل حکمتیار باشد. این که نفس گپ از اون گپ درست است، مسلمان نه تنها من، تمام مردم افغانستان بهش معتقد است. ولی وقتی از دهن آدم مثل حکمتیار بیرون میبره با چنین کارنامه ای که اون نه اعتقاد داشته بر یک حکومت مشروع در افغانستان و نه اعتقاد داشته با حقوق زن، من فکر میکنم اینجا جای بحث است که چرا چنین آدمی میاد چنین بحث را انجام. تشکر. شما فکر میکنین آقای شهرزاد چه انگیزه باعث شده که آقای حکمتیار بیاید این گونه تند زیر پرچم طالبان انتقاد بکنه؟ درود جناب امان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. دلتنگی، ناتوانی موجود. به عنوان گپ اول، چون ما نمیخوایم سخنان بانو صدیقی را تکرار بکنم، اگر امروز ما بخوایم نگاه بکنیم صحبت های آقای حکمتیار چنان شما گفتین حقایق است که میتونه هر کس او را به زبان خود بیان بکنه. مثلا اگر در از تاریخ افغانستان گپ میزنه دقیقاً چنین است. خب شما نمیتونین که مسائل تاریخی مثل شاه شجاع و یعقوب خان و عبدالرحمن خان اینا رو نادیده بگیرین، یا پاتش دامش داوود خان و ترکی و کارمل و نجیب و تا خود مجاهدین که به جان هم افتادن در حالی که پیشتر از آمریکایی‌ها پول میدادن به خاطر تقویه جریان‌های جهادی که حالا جایش ممکن نباشه تا آمدن طالبان اینها. این نکته اول. نکته دوم، من فکر میکنم که برای گروه طالبان موجودیت آدم‌های مثل آقای حکمتیار، مثل آقای کرزی، مثل آقای عبدالله پخته‌های نرم اصطلاحا هستن که اینا باید باشن. اگر زیاد پیشرفت کردن باز میگن که دیگه دم خطابه‌های نماز جمعه هم گپ نزن. اگر کمی دیگه هم پیشرفت کردن در زوم گپ زدن، چند روز بعدتر شما شاهد باشین میگه در زوم هم دیگه گپ نزن یا با فلان آدم ها هم نبی. ولی قصه اصلی امی از همون قسمی که جناب صادق گفتن، اگر ما تفکیکش را یک طرف قضیه بانیم، ناتوانی یک تعداد آدم های مثل جناب آقای حکمتیار یا هر فرد دیگه که زیر پرچم طالب هست فقط تفاوتش دیگه است. ولی فکر نمیکنین در وضعیت فعلی که انتقاد کردن حتی از طریق فیسبوک سخت شده و تقریبا ناممکن شده، دیگه شما باید زندان قبول بکنین، مجازات قبول بکنین، کسان مثل آقای حکمتیار میان از حقوق زن دفاع میکنن، مسئله انتخابات را مطرح میکنن، این فکر نمیکنین که یک امر دیگر بزرگ است؟ خب طبیعتاً من خدمت شما گفتم که آقای حکمتیار پیشتر از این در خطابه های نماز جمعه صحبت میکرده، اما چی چیز باعث شد که دیگه خطابه ای وجود نداشته باشه؟ من در تازه ترین مورد جناب امان دیدم که یکی از فعالان نامدار طالبا در رسانه های اجتماعی گپ های آقای حکمتیار انداخته بود و گفته بود که هم دلش است که مثل علاگل مجاهد بسازمش. شما سرنوشت علاگل مجاهد را حتما دیدین که با میل عمو مرمی راکت برش میزدن. پس با او خاطر از این نکته دوم. نکته سومی که ما میخوایم اشاره بکنم ای است که آقای حکمتیار، طالبا آقای حکمتیار دیگه جدی نمیگیرن. واضح براتون بگم، آقای حکمتیار نه حزبش کدام رسمیت داره نه کدام فعالیت داره، که آقای صادق میشه بسیار واضح بگه نه بیرق گس چی است، خب کدام فعالیت کدام قصه ای نداره، نه کدام گرد همایی برگزار کرده میتونه، نه کدام قمندان و فرمانده مثل میرویس بغلان و اینها را داره که حالا بخواد یک گپی را ایجاد بکنه. هیچ قصه ای نیست. ولی خب چطور میشه کوچک گرفت آقای شیرزاد زمانی که آقای حکمتیار میاید مستقیما کارکرد هبت‌الله را
انتقاد میکنه و میگه یقینا اشتباه است. اینجا هست که باز باید سوال شود که شما اگر انتقاد میکنین خب تجویزتون به عنوان یک حزبی که نوشته کردن 1348 تاریخ دارن چی است؟ مثلا از آقای صادق میشه شما وزیر بپرسین، البته ما این را میخواییم تکمیل بکنم گپ اول را، که طالبا گپای آقای حکمتیار جدی نمیگیرن. مثل که گفتم میگن که خوب اینجا باشه یک آدم هست، یک چند وقت بعد اگر یک صحبت هم میکنه تمام، در حالی که خوب طالبا میگن که ما 20 سال با گفته خودشان جهاد کردیم. آقای حکمتیار کل قصه و گپش در برابر آمریکایی‌ها یک انتحاری در فاینس 2011 بود که حمیده برمکی را با شوهرش و چهار کودکش کشت. خب دیگه چی کردی آقای حکمتیار؟ پس ما میخواییم بگویم جناب امان، از آقای صادق شما میشه بپرسن که اگر فکر میکنن، من نقل قول از آقای حکمتیار میکنم، میگن که سیاست، اقتصاد و آموزش را باید اسلامی بسازیم و مصداق عینیش را میگن. سیاست مردمی نیست چون مردم شد هیچ سهم ندارنده او. اقتصاد هم غیر اسلامی، مسئله بانک‌ها و آموزش هم میگه که شما در حقیقت اقرار تعطیل کردن. قرآن میگه که در حقیقت ظالم و مظلوم را هر دویش را نکاهش میکنه و نباید باشه. پس آقای صادق میشه جواب بدن که آقای حکمتیار که یک حزب بسیار تاریخی داره فعلا غیر از اینکه قصه بگه و گپ بزنه عملش چی است؟ تشکر. آیا آقای حکمتیار مظلوم است یا چی میکنه؟ مثلا میگه که این کار اسلامی نیست، این کار اسلامی نیست، این کار اسلامی نیست. تشکر. پس اگر اینقدر گپ واضحه است آقای حکمتیار چی میکنه؟ تشکر. اجازه بدین که از آقای صادق بپرسیم. آقای صادق، این ابراز نظرهای آقای حکمتیار دیگر بسیار واکنش برانگیز شده، حداقل در میان منتقدین آقای حکمتیار. شما لطف کنین بگین که انگیزه ای که آقای حکمتیار آمده چنین موضع گیری کرده و چنین سخنان را ایراد کرده چی است؟ من نظر دارم یاو چه تاسی ورته بانو وای دې خبر باندې خو نارضی چریر څو وایم، فقط دومره وایم چې دا خبرې چې دوی کوي چې حکمتیار په کابل کې اوی هزار کسان وژلې دي او دا واغه خو دې ترڅنګ دا سی لاس راوړنې هم لري چې تاسو هم دا اوس په ویلو باندې ننګ کوئ، نه پوهې نه شئ کولای چې هغه ووایه. د دې خبرو لنډه خبره بزدار ته کوم چې حکمتیار د قصاب نوم چې کوم ورکړل شوی ده، هغه د قصاب نوم به انشاءالله تر محشره پورې موږ ته افتخار وي او هغه نوم فرانسې ورکړی ده. نو د دې افتخار باندې موږ هیڅ شرم نه کوو. اگر بس زیات تحصیل نسوزیم آقای صادق، بله به خاطر ما بانو صدیقی را هم گفتم که موضوع را شخصی نسوزیم. غلطم تاسو یو ځل مداخله وکړله او هغه مو خپل بحث غوښتلو، ما ته پوره وخت راکوئ. یوه دا خبره چې الحمدلله هغه زموږ لپاره افتخار ده او حکمتیار به هر وخت کې د هر ظالم په مقابل کې قصاب وي، او تر څو چې قصاب وي نو انشاءالله چې دا ملت ورسره ولاړ ده. دویمه خبره دا چې جناب شیرزاد صاحب چې کومه خبره کوي، ممکن د ده هم عمر کم ده، پوه کمه ده، ممکن ځینې داسې کتابونه یې لوستي دي چې هغه کتابونه د دښمن په لاس لیکل شوي دي. خو خیر، د ده خبرو ته به زه دومره ووایم چې دی وایي چې یوه خبره خدا کوي چې حکمتیار ناتوانه شوی ده. هو، همدومره ناتوانه شوی ده چې په یوه بیانیه باندې، هغه هم د زوم په یو مجلس باندې، کولای شي ستاسو غوندې خلک د نړۍ له هر کونج نه راوپاروي، ومو غږوي، او تاسو د زړونو کینه چې تاسو یې ښکاره کوئ هغه درنه راوباسي. اصل خبره خو دا ده، ګورئ اصلي خبره دا ده، اصلي خبره دا ده چې که چېرته حکمتیار د مالی خبره کوي یا د مکتب خبره کوي یا د اوسني نظام پاک لباندې عکس العملونه ښیي، د ځینو تصحیح کوي، د ځینو کارونو، دا مهمه نه ده. اصل خبره چې دا برنامه پې جوړه ده، اصل خبره چې دغه خلک چې دا اوس دفاع کوي او د حکمتیار په بدې کې لګیا دي، اصلي خبره دا ده، دا مامورین دي، دا ماموریتونه همدا دي. تاسو ته ضربه رسېدلې، ضربه هغه چینې ته رسېدلې له کومې چینې نه چې تاسو خړوبېږئ. ګوره، دا ناتوانی نه ده چې څوک د چا د چا تر نظام لاندې. آقای صادق، آقای حکمتیار توانایی داشتن آمدن چنین سخنان را ایراد کردن، حالا انګیزهشان چی است؟ اساس چی چیز آمدن انتخاب کردن از طالبان و از شخص هبت الله؟ تاسو دې خبرې ته دقیق جواب درکوم. یا خبره بلم شیرزاد صاحب وکړه چې د صرف خبرې کې حکمتیار خبرې کې او د عمل څه ورسره نشته. ګورئ، تاسو پوهیږئ د روسانو ملا چې چا ماته کړه ده، اوس چې د جناب شیرزاد له نوم سره د اوف او د کوف وروستاړی نشته ده. دغه نظامی وخت و د عمل ځای و، حکمتیار عمل وکړلو، ټول نړۍ ته یې وویل چې دغه زما عمل.
د امریکایانو په مقابل کې د جهاد او عملی دغه و بر فعلاً برای اقدام عملی چی داره آقای حکمتیار؟ در گذشته درست رهبر بودن، قدرت داشتن، فرمانده بودن، اونا را میدانیم. بر فعلاً در عمل چی دارن؟ دره حکمتیار داغه د حکمتیار داغه حکمتونه لري ځان سره هغه ویني چې فل حال د دې وخت نه ده. فل حال الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده، لګي ډيري کمي او کاستي چي دي د هغه حل لپاره خبره کوي. خو پات شو کله د عملی جهاد خبره شو تاسو به خبرې چې اصلي دا خبره چې راپارولې د اصلي دې خبرو مشکل ده چې حکمتیار وایي چې کچیرته اوس هم د غزه مجاهدینو ته د کومک په پار لار خلاص شي نو لزګونه زره مجاهدین او حتی ز پخپل باندې هغه ترڅنګ ولاړم. نو اوس چینی ته ضربه رسیدلې د کوم ځایونو چې خړوبوي هغه ځایونه یعنی خو یک متیار فعلا مخالف طالبان نیست، فقط میخوای اصلاح بسازه کمیوکاسیا را. سل پسل سل پسل کم تاسو تشکر بونو صدیقی. با باور شما چقدر گپای آقای صادق به واقعیت نزدیک است؟ خب من فکر میکنم که کاملا با واقعیت نزدیک است، چون که طرز فکر آقای حکمتیار با طرز فکر طالب فرق نداره برای مردم و نشان داده در طول همه قدر سال که چیزی که طالب انجام میده بدترش یک زمان خودش هم انجام داده بود. و این لحاظ من فکر میکنم بیشتر یک موری است که میخواه باز هم فشار بیاره برای حکومت، چون از سابقه کارنامه حکمتیار که ببینین از زمان داوود خان تا امروز همیشه بر علیه حکومت های افغانستان یادم چی بوده، معترض بوده و همیشه فعالیت ضد نظام داشته. و من فکر میکنم امروز بخاطر امروز این گپا رو میزنه که خب این همیشه یک آدم بوده که در استخبارات پاکستان ایرا کمک کرده، استخبارات عربستان کمک کرده، یک زمان امریکا هم کمکش میکرد. این تمام از این نشان میده که خب آل آقاده در کابل نشسته با گفتای آقای خب این که چی بوده زیاد بانو صدیقه اگر روش نپیچیم، ولی موضوع اساسی است که دقل به گفته آقای صادق آقای حکمتیار فعلا تلاش میکنه تا کمیوکاسی ها را پر بسازه و از حقوق شهروندان های افغانستان دفاع بکنن. این خودش یک خبر خوب است نیست؟ خب ببین کمیکاسی هایی را که آقای حکمتیار یاد کرده با خود طالب موافق نیست و به او اصلا باور نداره. یعنی طالب را چگونه میخوای آقای حکمتیار با فشار یا با سخنان زوم خود وادار بسازه که به انتخابات تن بده و به رأی مردم اتفاق کنه؟ یا مثلا طالب را چطور آقای حکمتیار با یک سخنرانی زوم خود میتونه وادار کنه که بیای مکتب و روی دختران باز کنه؟ و من بیشتر از این که به سخنان از این به این جنبه نگاه کنم که خوبی چی میخوایم، من فکر میکنم یک آدمی که این چیز را میخواید کی است؟ چون که به این گفایی که میزنه باور داره. این بسیار بحث اساسی است، چون خودش یه چقدر این چیزایی را که گفته تا امروز میگن چون به اون باور نداشته و همیشه خلاف از اون عمل کرده. به این نیاز من فکر میکنم که فعلا امروز باز هم بخیارم، چون که آقای حکمتیار از زمانی که دولت جمهوری سقوط کرد همیشه در تماس با استخبارات پاکستان بوده، همین آخر چند وقت پیش با سفیر پاکستان دیدار کرده، حتی بعد سقوط افغانستان اولین کس را جز اولین کسایی بود که آقای منصور سفیر پاکستان با حکمتیار دیدار. اتفاقا امیر هم میخواستم بپرسم که بعد دید شما چه پشتیبانی داره آقای حکمتیار که انتقاد میکنه از طالبان و هیچ گپ هم نمیشه؟ من میخواستم امو اختم به شما عرض کنم که حکمتیار وقتی با شاعر مقایسه میکنید شاعر بیچاره پشتیبانیش هیچ کس نیست، و وقتی که دستگیر میشه فقط یک چند فعال مدنی شاید بیاید در فیسبوک و توییتر ازش دفاع کنه، ولی آدم مثل حکمتیار که همیشه در گروه استخبارات پاکستان و عربستان و کش اپا چین اپا ایران بوده، اون آدم نیست که باز ما بخواییم رو با یک شاعر مقایسه کنیم. و مسلماً با توجه به این تسابقه استخباراتی کمک و مزدوری که برای استخبارات خارجی داشت، مسلماً پشتیبان داره که ازش دفاع کنم. خب زیاد موضوع اگر شخصی نسازیم که اساسیت ایجاد نشه. بله دوباره باش ما برمیگردیم. بله. دیدگاهتون هم داشته باشیم. آقای شهرزاد، آقای صادق میگن که آقای حکمتیار مخالف طالبان نیست ولی تلاش میکنه خلاها را پر بسازه. آیا واقعا او تاثیرگذاری را که آقای حکمتیار داشت فعلا داره که بتونه خلا پر بسازه یا نه؟ گپ کوتاه همی که باز من میگم نه، چنین چیزی وجود ندارم. اما اجازه بدن چند نکته را بسیار کوتاه بگویم. ما مسائل شخصی جناب حکمتیار را گپ نمیزنم، بانو صدیقی و تفصیل گفتن و ما کار به اون موضوعاتش ندارم. اما از لحاظ سیاسی ما گپ میزنم.
نکته اول، جناب صادق گفتن عقده قلبی. هیچ گونه عقده قلبی من شخصی با آقای حکمتیار ندارم و هیچ گونه مشکل هم ندارم و به عنوان یک مسلمانی که فعلا هم دهن بر روزه هستم، مقدرم کار آدم های درست نمی بینم و از لحاظ دینی هم من ناروا می پندارم. پس این میشه که تصحیح بکنن، هیچ وقت ما با این نگاه نمی بینم. نکته دوم، گفتن چند کتابی که خواندن با عمر کمشون از خارجی ها. بله دقیقا، من تازه یک فیلم را دیدم به نام چارلی ویلسون که در مورد کمک به مجاهدین افغان ذکر شده بود و اسناد CIA را خواندم در مورد جهاد افغانستان، که گفته بود سالانه پول هایی که به مجاهدین داده می شد نزدیک به 200 میلیون هم به آقای حکمتیار داده می شد. اما من در اون موضوعات چم گپ نمی زنم، فقط سوال که شما پرسین خیلی ساده لوحانه است که ما یک نظام را، گویا نظام میگیم چون آقای صادق لفظ نظام را استفاده کردن، میگیم که سیاست اسلامی و انسانی نیست، به خاطر از اینکه هیچ اساس نداره. که آقای صادق را باز بدتر شما بپرسین که اساس همین چیزی که نظام میگه چی هست. میگیم که ساختار اقتصادی اسلامی نیست، میگیم عمل کرده نه اسلامی است نه عقلی. مولا هیبت الله را میگه که مکتب را بسته کردی، اقرار را تعطیل کردی، این نه اسلامی است نه عقلی. پس من نمیفهم که بسیار ساده لوحانه است که ما بیایم لفظ اصلاح را به استفاده بکنیم. با این اضافه که اگر شما سوال دیگه هم جناب همان داشته باشن، پس این چی است اگر اصلاح سازی نیست؟ این بخش از دلتنگی های است که امروز در زوم گفته میشه و من فکر میکنم که چند وقت بعدتر زوم را هم قطع میشه. اما اجازه بدین پس این سوال از آقای صادق بپرسن. اینمی بیرقی را که در پهلویش مانده، میگن نظام هم در افغانستان است، اساس اینمی اسمش چی است؟ کدام فعالیت داره؟ چی است اساس قانونیش؟ یک سوال. سوال دوم، اساس آنچه را که طالب را که آقای حکمتیار میگن نه اسلامیست و نه عقلی و انسانی، اساس رژیم به نام طالب چی است؟ همین دو سوال اگر آقای صادق جواب بده پس پیش میره. بفرمایید آقای صادق، واقعا فکر میکنید که اساس گفته‌های شما، اساس نظام طالبان و در عمل حزب آقای حکمتیار چی است مبنایش و چه توانایی داره؟ گره یا خو در تاسو چورت بانو وای دا وای چی دیگه پشتیوانا پاکستان و نور ملکونه، نو دغه ملکونه ما غدی چی دی بازارانو دیر وقت کوشش وکړل چې هغه خپل پشتیوانه وګرځي، خو پشتیوانه داسې نه جوړیږي چې ته چاته ورشي او په خپو کې وګرځي ورته ووایي چې یاره د ما پشتیوانه وکړه. زه دې ته وایم چې دا شاعر او تاسې هم او داسې نور خلک هم کوشش وکړي چې دغسې شخصیتونه له ځان نه جوړ کړي چې ملکونه مو په خپله پشتیوانه وکړي. د دې لپاره هم څه کار په کار ده، په دې باندې نه کېږي چې یا ځان میډیا کې یو څه چغې ووهي د چا لپاره. نه، دا یو زور غواړي، یو طاقت، یو قوت ته ضرورت لري چې هغه تاسو نه لرئ، کوشش کوي هغه پیدا کړي چې پشتیوانه پیدا کړي. شما فکر میکنئ پشتیوانه یو په حکمتیار مردم است؟ سل په سلو کې که مردم نه وي، خلک نه وي او د خلکو پشتیوانه نه وي، بله هیڅ پشتیوانه اوس فلحال په افغانستان کې کار نه ورکوي، تاسو خپله په دې باندې پوهیږئ. دویمه خبره دا چې د شیرزاد صاحب هم دوه ځلې پوښتنه همدا وه چې هغه د زوم په کانفرانس کې دی دا خبرې کوي، او دویم خبره دا ده چې کیدای شي څه وخت بعد زوم هم بند شي. اول خو دا ډېره مهمه نه ده که زوم هم بند شي، که خسر هم بند شي او که خواښي هم بنده شي. دا تاسو چې ډېر زوم زوم یادوئ، نو د زوم ملاقاتونه چې کوم دي، هغه د حزب اسلامي د هوادارانو او د هغوی د متحدو اشخاصو په غوښتنه باندې کېږي. حکمتیار صاحب اوس هم په ډېرو زیاتو مهمو قضایاو مهمو ملاقاتونو کې مصروفه ده، او دا خبرې چې دی په زوم کې کوي دا خبرې نه دي چې ګویا چېرته پټې شوي دي او تاسو کوم خاص استخبارات لرئ او تاسو راویستي دي. نه، دا خبرې دي چې په بار بار په هغه ملاقاتونو کې چې د امارت اسلامي. سوال اساسي است آقای صادق، سوالی که به منتقدین آقای حکمتیار مطرح میشه، سوالی که در میان مردم مطرح میشه ای است که یک زمان به یاد داریم وزیر تحصیلات عالی طالبا گفت کسی که از طریق قلم، از طریق زبان و از طریق عمل تخریب میکنه نظام را یا نقد میکنه واجب القتل است، و نظیرش هم دیدیم که بسیار مردم خب مجازات شدن، بندی شدن، نمیفهم کشتنش از زیاد مطمئن نیستم ممکن شده باشن یا نه. ولی آقای حکمتیار شما میگین پشتیبانیش مردم است، چطور ممکن است که بدون یک پشتیبانی بزرگه که بنو صدیقی بیشتر باور دارن که پاکستان است بیا انتقاد بکنه و هیچ گپ هم در سرنوشتش نشه؟ دا خبره ما یاد کړل، دا تاسو چې ورته بنو وای دی په خپل باندې ویل چې دا پاکستان پښتوانه لري،
او ایران یا نور ملکونه چې یادې خو اصل خبره دا ده چې دا په خپل باندې پدې پویږي او شای په انسان کې شته د ضمیر په نوم باندې احساس په نوم باندې هغه په خپل چې ورته وایي چې دا سړی خلک لري او د خلکو پښتوانه باندې خبرې کوي. دویمه خبره دا ده چې زه خپل خبره تکمیلوم، د زوم دا خبرې د امارت اسلامي مشرانو ته هم په هغه ملاقاتونو کې چې له مشر سره له حکمتیار صاحب سره کېږي په هغې کې دا خبرې کېږي. دریم دا د بیرغ خبره یو ځل ما پرېښودله، خو دی بیا بیا یادوي دا بیرغ که چېرته لوستل غواړي خو دا تقریبا ډېر زیات وخت ته ضرورت لري، خو فیلحال مې صرف د دې لپاره ایښی ده چې ځینې خلک چې سترګې ترې سوځي چې سترګې وسوځي. ما بیرغ تو نمیبینیم، بیرغ طالبان است یا بیرغ حزب اسلامی؟ عینکې واخلئ، ځانته عینکې واخلئ. نه دیده نمیشه، در تصویر عینک داریم. بله خبره دا ده چې د په خپله باندې په اقرار کې ویل چې د چارلی ویلسن کتاب ما لوستی ده. او همداسې کتابونو کې همدغسې خبرې وي، تاسو ملامت نه یاستئ، تاسو خپل ماموریتونه اجرا کوئ او حکمتیار صاحب ته چې کوم ماموریت د الله تعالی له خوا نه ده ورکړل شوی ده هغه اجرا کړي. تشکر از شما. بانو صدیقی، واقعا فکر میکنین که بتونه آقای حکمتیار اگر هدفش واقعا اصلاح سازی باشه به گفته آقای صادق به هدفش برسه؟ و آیا در واقع فکر میکنین هدفش از انتقاد فقط اصلاح سازی است یا نه مسائل دیگر وجود دارد؟ از دید شما کوتاه‌تر. تشکر. ببینید، ابتدا میخوایم یک چیز در جواب جناب آمی حکمتیار بگویم که خاک فروشی، وطن فروشی، قتل مردم اگر باعث شود که ما بریم شخص بسیار قابل حمایه استخبارات خارجی شویم، شخصا ما چنین چیز را نمیخوایم و نمیخوایم با این شیوه حمایت استخبارات و کشورهای خارجی را داشته باشیم. در ارتباط و بحث دیگه ایشان که در ارتباط حمایت مردم گفتن، خب ببینیم حکمتیار در سال 2019 در انتخابات شرکت کرد، درست است؟ نتیجه انتخابات کاملا واضح بود، 0.38% آرای مردم بر حکمتیار رفت. اگر واقعا فکر میکنه که حمایت مردم داشت و او در اون رای پاک و صاف معلوم نیست که چقدر بوده، یعنی نه معلوم نیست که چقدر واقعا تقلب شده بوده، ولی فقط 70,000 نفر بر آقای حکمتیار رای داده. آیا آقای حکمتیار همه قدر نفر است در افغانستان؟ و در کنارش در ارتباط به سوال شما که گفتین آیا مؤثر است و فکر میکنین که این واقعا در اصلاح نظام است، او اصلا بس نظام نیست. شما مشخصا با استفاده لفظ نظام بر حکومت طالب و یا دستگاه طالب ما موافق نیستم، چون ما نظام صحبت نمی کنیم. نظام یک سری مشخصات خاص خود داره. آیا حکومت طالب دارای کدام قانون اساسی است؟ آیا می کابینه اینا که هفتوار جلسه می کنه، آیا این کدام مشخص چی داره؟ کدام طرز العمل داره که ببینیم کدام وزیر چی می کنه؟ آیا معلوم است که رئیس الوزراء با چی مناسبت اونجا شیشته و چی کار انجام می ده؟ و یا دو معاونی که داره؟ حتی نظامی که رهبرش خب برای فعلا خواسته یا نخواسته، فعلا طالبان دیگر در حکومت هستن با همین وضعیت که دارن، حالا فکر میکنه چقدر واقعا تاثیرگذار باشه انتخابات آقای حکمتیار؟ هیچ تاثیر نداره، هیچ تاثیر نداره. آقای حکمتیار یک موری سوخته است و هیچ نوع کارایی هر پایتی نه برای مردم افغانستان داره، نه برای طالب داره و نه برای جامعه جوانی داره. پایتان تکمیل بکنین که بریم به آقای شیرزاد. و من فکر میکنم آنچه که میگم میخواید نوه امو صداقت خود را و امو کشورهایی که داره، خصوصا پاکستان، چون در این مدت ما میبینیم که رابطهش با طالبان در کمک در چالش برای مواجه شده، میخواید باز هم صداقت خود را به اون نشان بده که من هستم هر زمانی که خواستین طالب را کمک فشار بتون بستم، یک کنفرانس زوم میگیرم و یک بیانیه میتونم که هیچ نوع مسلمت چی هم نداره. تشکر آقای شیرزاد. شما میخواستین چیزی بگین بعد من سوال مطرح میکنم؟ ما فقط کوتاه اول جناب صادق بوین باز ما گپای ما ادامه میدم. این بیرقی را که میگن ماندن، اساس همین چی است؟ در ساختار رژیم گروه طالبان خو حزبی وجود ندارد. دوم گفتن نظام طالبا، میشه با ما بگوین که اساس نظامی که نظام میگن برش طالبا چی است؟ چیزی که رهبر حزب گویا رهبر حزب میگن اساسی وجود نداره. همین دو سوال کوتاه جواب بدین باز پیش بریم. بفرمایید آقای صادق. دغه یو خبره خو تاسو غلط اوریدلی ده چې د حزب په نوم باندې چی شي نشته دی.
کومه خبره چې امارات کړی دا هغه د سیاسي فعالیتونو د بندیز خبره کوي، دې خبره باندې بیا ځان پوه کوي او ځان خبر کوي. اجازه بدین فعالیت که نداشته باشه حزب چی معنا داره؟ قصه مفت است دیگه. خب این دیگه واضح است آقای صادق که ملغا کردن تمام فعالیت تمام اعضا، این واضح است نیست؟ نو هم دومره کولی شي چې ستاسو غوندې خلک د دنیا له هر کونج نه راولي او دلته د تاسو د زړونو کینې راوباسي، تاسو باندې چیغې به تاسو باندې ووهي. بحث سیاسي است، لطفا کمک منطقي جواب بدین. اساس حزب اسلامي چی هست امیال؟ تاسو چې کومه خبره کوي، تاسو شخصي خبرې کوي او کله چې تاسو شخصي جواب در اجازه بدین آقای شهزاد، اجازه بدین که آقای صادق چی میگن؟ آقای صادق سوال ساده است، طالبا هیچ چیز برای اجازه فعالیت نمیده، ملغا است، قصه مفت است. چی است می اساس حزب اسلامی؟ کوتاک سوال سیاسی است، تنها مربوط است. لطفا نمیره سوال با جواب بدین که دوباره بریم به سوال اساسی. گره دا دی حزب دی لغوه کولو خبره دا نوی خبره نده، دیر نظامونو دا وقتی دی حزب اوزانه دی اوزانه نه دیگه فیلن در حکمیت طالبان، موضوع ما موضوع حکمیت طالبان است دیگه. ګوره جناب امانی صاحب، ته ما پرېږده چې زه هغه سړي ته جواب ورکړم. فرصت کم است، ما باید چې د حزب اسلامي موجودیت په افغانستان کې او د تاسو تیښته له افغانستان نه دا په خپله باندې دا ښیي چې حزب دلته موجود ده، حزب دلته خلک لري، حزب دلته فعالیتونه لري. دا چې د سیاسي فعالیتونو په اړه باندې دې نظام څه ویلي دي، دا د حزب او د طالبانو د خپل منځ خبره ده. د دې نه مخکې ډېرو بادارانو مغوښتي دي چې حزب له منځه ویسي، دا خوبونه یې له ځان سره ګور ته وړي دي. په دې خبره باندې ډېره خوشحالي مه کوئ. تشکر. شما آقای شهرزاد رابطه طالبان را با آقای حکمتیار چطور میبینین؟ با توجه به آنچه که آقای صادق میگن کوتاه‌تر و ای که خب دیگر سخنانشان به نفع مردم افغانستان دیده میشه، چی از آدرس شما به عنوان یک دموکرات، چی از آدرس آقای کرزی، چی از آدرس آقای حکمتیار. سخن یک سخن از حق مردم افغانستان، حق زنان به خصوص. نکته اول، هر سخن از هر جایی که برای حقوق مردم ابراز شوه قابل تقدیر است و این را هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، آقای حکمتیار هم اگر باشه، با وجود از اینکه خب یک روز یک چیز میگن و یک روز یک چیز دیگه. نکته دوم، بازم ما جواب نگرفتم، خیلی ساده لوحانه است که بیرق بانی و نفهمی که اساسش چی است که جناب صادق نپرداختن برش. نکته سوم که گفتن وقتی که آگاهی ما میگیم چارلی ویلسون کتاب ننوشته، هالیوود در موردش یک فیلم ساخته و او را به نام مبتکر جهاد افغانستان نام دادن که میشه او را ببینن. خب ما مجبور هستیم اصلاحات را بیارم در حقیقت. و به عنوان گپ سوال را که شما مطرح کردن جناب امان، نفس موضوع از هر زبان، از هر آدرسی که بلند شوه برای یک ساختار گروه به نام طالبا که جناب صادق هم نپرداختن، که خب همین چیزی را که آقای حکمتیار هم انتقاد میکنه همیه است که همین عبت الله را کی تعیین کرده، همین نظام را که شما نظام برش نام میتین کی تعیین کرده، همین ساختار را که حزب تو هم رسمیت نداره، هیچ گونه رسمیت نداری، حزب ندن حزب اسلامی جناب صادق، هیچ حزب قصه مفت است وجود نداره. پس به او خاطر است که این گپا را طالب زیاد جدی نمیگیره. آقای حکمتیار به عنوان یک موی سفید گفته خودشان آمده بیعت کرده با طالب و حالا در کابل زندگی میگن، میگه باشه چند روزم با زوم و اینها صحبت بکنن. به عنوان جنبندی بخش از صحبت ها جناب امان، ما فکر میکنم سیاستگرای افغانستان هم قسمی که آقای حکمتیار از فرعون و قارون و هامون و اینها ذکر کردن، از تاریخ، هم تاریخ سیاسی جهان، هم تاریخ اسلام و هم تاریخ افغانستان بیاموزن، از گذشته بیاموزن و بیاین در یک قالب فکری مشخص بگوین که آنچه در افغانستان میگذره ظلم است. تشکر. و آیا زندگی کردن زیر هر پرچم زیر ظلم، آیا اسلام اجازه میده یا نمیده که جناب آقای صادق شاید بازم برای جواب نداشته. تشکر. اجازه بدین که با بونو صدیقی هم بس بکنیم که بونو صدیقی فرصت کم یافتن، ما معذرت میخوایم. بونو صدیقی، خب قسمی که سوال مطرح کردم از آقای شهرزاد، این دفاع از حق مردم یا حق خواهی برای حداقل زنان مردم افغانستان از هر زبانی که باشه، از هر شخصیتی که باشه، فکر نمیکنین دیگر به نفع مردم افغانستان است؟ ببینید خیر، من فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه اگر زنان افغانستان، اگر مردم افغانستان زمان یک چانس داشته باشن، آقای حکمتیار به اون اندازه پیش مردم افغانستان مجرم است که طالبا است. نه تنها آقای حکمتیار، تمام رهبران جهادی که در افغانستان مرتکب جنایت شدن، مرتکب قتل مردم شدن، مرتکب نسل کشی شدن، مرتکب ویرانی مملکت ما شدن، اگر اینا، خصوصا زنای افغانستان، اگر اینا چانس پیدا کنن از بمی اندازه که از طالب
شکایت خواهم کرد و امی اندازه که عدالت خواهی از طریق از بخاطر طالب خواهم کرد، بخاطر امی آقای اکمتیار هم خواهد کرد. من فکر می کنم سخن گفتن از زبان کسی که به او هیچ باور نداره و هیچ در هیچ کجای ایدئولوژی فکریش چنین چیز وجود نداره، او یک کاملا یک سخن بی‌ارزش است و نه کدام ارزش به مردم افغانستان داره و نه کدام ارزش به و جامعه جهانی و ما او را حتی صادقانه نمیدانیم. چیز که صادقانه نباشه چی بیسی داره، چی اساسی داره؟ و این آدمی که بخواید بخاطر بحث سیاسی و بخاطر بحث امایت، جلب امایت، هنوز هم بخواید یک سخنان را بیان کنه، حتی اگر نفس سخن بسیار خوب و بسیار عالی باشه، به نظر من ارزش هیچ نوع ارزش پیش مردم افغانستان نداره. و من شخصا فکر میکنم که آقای اکمتیار هنوز هم تلاش است تا امایت هایی را که در دنبالش بوده قدر سال هم رو دوباره جد. تشکر آقای صادق. چقدر امیدوار هستین که انتقاد های آقای اکمتیار بتانن نتیجه و توابع گفته شما اصلاح به میان بیارن؟ امانی صاحب، یه خبر خدا چی در استاسو بانو تازه یه خبر بیامو کما چی ده پخواه ده مجاهدین و نیولی تر اوسنی نظام موجوده امارت اسلامی پورې ټولو ته د جنایت او د جنایتکارانو خطاب کوي. زه به دومره ورته ووایم چې دغه ته چې جنایت بولې د همدغه مجاهدینو په برکت سره ستا په دې خوا او شا کې د ټولو افغانانو نه پوښتنه وکړه. دا اوسنی افغانستان، دا اوسنی افغانستان وګوره چې مسلمان پاتې ده، دا اوسنی افغانستان وګوره چې آزاد پاتې ده، پولی ثابت دی او لار خوانه دی افغانستان په نوم باندې دی او سالم افغانستان په نوم باندې دی د مجاهدینو برکت. او اوسنی نظام هم چې ته څه وای او څه سپکې سپورې وای د دې وجه دا ده چې بل چیرته یې. مهرباني وکړئ که تاسو کې رښتیا همت وي، میړانه وي، رښتیا د ښځو حقوق غواړئ، رښتیا د بشر حقوق غواړئ، نو مهرباني وکړئ تاسو افغانستان ته راشئ او دغه خبرې چې کوئ موضوع اساسي بلین. آقای صادق فرصت کم است، اساسي موضوع ته بله موږ به بیا ووایو چې رښتیا هم تاسو مبارزین وای او رښتیا هم تاسو د خلکو حق غوښتلو. د دې لرې نه دا چیغې وهل ګوره، د دې اساسي خبره زه درته وکړم چې اصلا څخه جواب ته راځم چې اصلا دغه چیغې ولې جوړې شوې دي. اکمتیار اعلان کرده ده او د حماس د مجاهدینو په ملاتړ باندې بیا غږ کړی ده، هلته ضربه رسېدلې ده او هغې خپل ټول فعالیتونه په کار اچولي دي چې له هر خوا نه دلته فشار وارد کړي. مطمئن اوسېږئ، نظامي فشارونو، فرهنګي فشارونو، د دنیا قوتونو هېڅ ونه کولی شول. حزب ده اوسن بیرغ ولاړ ده. او پات شو د تا د خبرې په جواب کې صرف دومره ووایم چې ډیر زیات او ډیر احتمالات شته، ډیر انتظار د خیر شته. ده اوسني روابط چې دلته کوم مونږ وینو انشاءالله ډیر زر دي او تبدیلۍ په هیله باندې. آقای مسلم شیرزاد و بانو سانگ صدیقی و آقای لطیف صادق، از حضور هر سه مهمان گرامی در برنامه بسیار زیاد سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده این بحث جالب و دیدنی بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.